جمهوری اسلامی تنها به سه سال زمان نیاز داشت تا سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی رو تبدیل به کارناوالی در راستای پروپاگاندای نظام کنه بعد از دفن قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان وبسایتی برای زیارت آنلاین محل دفن او راه اندازی شد شورای شهر کرمان 14 شهریور 1401 نام مهمترین خیابان این شهر رو که به گلزار شهدا و محل دفن قاسم سلیمانی ختم میشه طریق القاسم نام نهاد این نامگذاری یادآور برابر طریق الحسین خیابانی در کربلا است که به محل دفن سومین امام شیعیان ختم میشه. ایسنا خبر داد که به مناسبت سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی دوازده رام قطار فوقالعاده به مسیر تهران کرمان و برعکس اضافه شده. این قطار فوقالعاده از تاریخ 10 تا 16 دی همه روزه در مسیر تهران کرمان و برعکس سفر داره تا شرایط سفر را برای زائران قاسم سلیمانی راحت تر کنه. 22 آذر 1401 نشستی به نام هماهنگی سومین مراسم سالگرد شهادت سردار دلها در کرمان برگزار شد ستاد برگزاری این مراسم ادعا کرد که به میزبانی سپاه سارالله آمادگی پذیرایی روزانه از 20 هزار زائر از 80 کشور جهان را داره در بیانیه پایانی این نشست اعلام شد که در ساختار شورای سیاستگذاری این مراسم 16 کمیته مختلف وجود داره همچنین این شورا ادعا کرد که بنا به درخواستای مردمی قرار موکبهایی در سراسر سر کشورهای ایران و عراق همزمان با هفته منتهی به سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی راه اندازی بشه راه اندازی موکب تنها شبیه سازی قاسم سلیمانی و امام سوم شیعیان نبود به روش راهپیمایی اربعین امسال راهپیمایی زیارت قاسم سلیمانی هم بدعت شد و زائران او از مسیرهای دور و نزدیک پیاده به کرمان و گلزار شهدای این شهر رفتند بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه دوازده دی 1401 کنسرتی برای بزرگداشت قاسم سلیمانی در تالار و وحدت تهران برگزار کرد که سعید جعفرزاده احمد سرگورابی معروف به پرواز همای از جمله خوانندگان حاضر در این کنسرت بود در حالی که از زمان اعتراضهای سراسری در ایران خوانندگان بسیاری به نشانه همراهی با معترضان از برگزاری کنسرت خودداری کردند